بخش مشاور خانواده خوش آمدین و ممنون از شما که با ما همراه هستین موضوع ای بخش ما راز موفقیت هست و اگر شما هم خواسته باشین میتونین سوالات و نظریات تانه با ما شریک بسازین روی شما تماس رفت صدا 29 چل تماس بگیرین و سوالات تانه از مهمان و برنامه ما پرسان بکنین همکار همیشه ما دکتر سید فیروز ایو بابا خواد استاد خیلی خوش آمدین ببرم تشکر با سلام به همتان ما هم سلام خود بتا برای تمام شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون جهان ارزو تقدیم میکنم سلامت باشه باشین خوش آمدین. موضوع برنامه امروز راز موفقیت است ده. چیزی که خیلی ها زمانی که هدف داشته باشن دنبالش هستن و هم هم علاقه است و ما هم به همین دلیل موضوع برنامه امروز این انتخاب کردیم اما در آغاز میشه در مورد خود موفقیت ای که چگونه پده ای است بر ما معلومات بسیار ببینین قطی نظر از ای که ما خرد هستیم بزرگ هستیم یا که سال است جوان است یا طبقه اونا است یا ذکور است طفل است همگی در زندگی خود به یک آرزوی دارن به یک هدف دارن که باید به او آرزو هدف خود برسن زمان که به مو هدف آرزوی خود وقتی که میرسن تا تلاش میکنن و, و بالاخره دستاورد که دو هدف خود رسید ما میگیم که شخص موفق شده که به مو هدف و موقعیتی که خواسته رسیده ولی موفقیت شاید از نظر تعریف اگر بگویم نظر به دیدگاه هر کس تعریفش فرق بکنه شاید یک تعداد به با این بگن موفقیت که زمان که اگر من مثلا بهترین وظیفه را بگیرم یک موفقیت است شاید یک تعداد بگن زمان که وقتی که من خانواده جور کردم و خانواده را ساختم این در حقیقت یک بهترین موفقیت است ولی یک تعداد بیشتر مردم موفقیت به این تعریف میکنن که دست, دست رسیدن به پول دست رسیدن به شهرت دست رسیدن به یک مقام میگن موفقیت هستند خب از نظر شما استاد کدامش میتونه موفقیت باشه موفقیت از دیدگاه اس زمانی که من خودتان استم که به هدف و دیدگاه خود خود رساندم و استم راضی کردم در یک قدم بهترین انسان موفق خواهد بودم و خاطر که ما انسان ها اکثرا تبه تلاش می کنیم بر خود نمی کنیم اکثرا ما تبه تلاش خود برای دیگران می کنیم تو بان این لباس ما بب بو و لباس ما اگر چهار نفره که خوب گفت ما انسان خیلی موفق بودیم ولی هیچگاه برای خود فکر نکردیم که چقدر ما بالای خود مصرف کردیم چقدر مثلا بالای لباس مصرف کردیم آیا دیدگاه ما در این مقا... ای چی هستن پس از, از این خاطر موفقیت تنها به این داشتن پول داشتن شهرت داشتن مقام حتی جزئی ترین حرکات را که ما بتانیم به یک هدف زندگی خود برسیم ما در حقیقت انسان موفق خواهد بودیم به شرطی که ما بتانیم خود را برسانیم به بله خب استاد از نظر شما بهترین کارهایی را که ما میتونیم انجام بدیم به خاطر یک ای که بتونیم یک شخص موفق باشیم و بتونیم در زندگی ما همون چیزهایی را که میخوایم همون اهدافی را که داریم به اونا برسیم از دیدگاه شما چی هست و همون قسمی که موضوع امروز برنامه است راز موفقیت هست این راز چی هست بسیار خوب ببینین چندین نقطه است که باید ما بتونیم که به که مورد تعیین خود ما هستن و خود باید برسانیم ام. همیشه در زندگی یکی از رازهای است زمان که ما با موفقیت برسیم هیچ وقت اهداف کوچک انتخاب نکنیم باید اهداف بزرگ انتخاب کرد چون در اهداف کوچک ما زود میرسیم و بعدا ما فکر میکنیم خیلی ما انسان موفق هستیم ولی اهداف بزرگ را دست میکیم پس از این خاطر اولی نقطه ما گذاشتن به اهداف بزرگ هستند دومین نکته ما این زمانی که وقتی که ما میخوایم به هدف خود برسیم باید پشت کار داشته باشیم من متقن هستم اکثر مردم ما و اکثر دوستای ما تا یک قسمت 90 فیصد از هدف خود پیش میرن بعدا چی میگن نامید میشن والا بسیار خسته شدم نه تا میره پیش برده ولی ما ما و موافقت بسیار دور هستیم از همون نقطه 90 فیصد دوباره برمیگردن یعنی 10 فیصد دیگه هنوز مانده که به موافقت خود برسن پس این خودش باعث سازی میشن که ما را به طرف ناکامی بکشانن دیگه خاصیت ماهی هستن که معمولا با گفته های دیدگاه های مردم ما بیشتر پوینت های منفی را که مردم بر ما میگذارن ما بر ارزش قائل میشیم و از مسیر خود منحرف میشیم مثال برتان میتونم زمانی که اگر ما به این راه اگر میریم شاید یکی دو ما را بگه والا راه تو اشتباهه یک داد بگه که این راه تو غلط رفتی یک دو به این شکل نظر بدن. یک تا شاید بگم بهترین راه رو را انتخاب کردی ما بهتری است که با فکر خود با اندیشه خود زندگی بکنیم با فکر و اندیشه خود احترام بگذاریم و به او در حقیقت به قوت قلب خود با توکل به خدا حرکت بکنیم ما میتونیم به موفقیت برسیم اما اکثرا رازهای موفقیتی که ما در نوفته هستند هستند که بیشتر ما کوشش بکنیم که از تاریخ پند بگیریم از بزرگای ما پند بگیریم یک انسان موفق چگونه موفق شد یک انسانه که مثلا تانس برق اختراعت یک انسانه که تونس امروز به فضا رفت یک که امروز رفت به میری مثلا تسخیر کرد آیا چی تفاوت با اونا وجود داره آیا اونا کدام راست های موفقیت دارن پس ما بهتر است که از اونا یک الگو بگیریم و بعدا بتونیم که شیوه ها و طریق های را که اونا استفاده کردن ما هم استفاده بکنیم این میتونه که ما را زودتر به طرف موفقیت ها بکشانه بله اما سات بیشتری ها به این باور هستن که وقتی رقابت پای رقابت در میان باشه آدم زودتر میتونه با موفقیت بر البته این رقابت رقابت سالم باشه ما اکثر اوقات میبینیم رقابت با حسادت اشتباهی گرفته میشه هم. و به جایی که بخواین خودشان پیشرفت بکنن تلاش میکنن تا جانب مقابل خود اجازه هم. نتنگ پیشرفت بکنن دفهم. آیا رقابت میتونه تاثیر داشته باشه و یا یکی از رازهای موفقیت بوده بسیار خوب چیزی را اشاره کردین رقابت در صورتی که سالم و مثبت بوده باشند. ببینید زمانی که وقتی که رقابت منفی در میان می رقابت منفی از کجا در میان می از اسادت سرمنشه میگیره اسادت از کجا سرمنشه میگیره از جای منشه میگیره که من نمیتونم مثلا رقم شخص طرف مقابل یا دوست خود موفق بوده باشم زمانی که من اتانستم یک اس ناخود آگاهی بر ما بروز میکنه و باعث ازی میشه که با طرف مقابل خود ما پرخاش بگیرم مثلا براتون مثال میتونم یکی از دوستان اگر به یک موفقیت خود میرسن وقتی که من نتونستم به این موفقیت خود برسم به این دوست خود طور با نگیری میگیرم از هر قدم از یک نقطه ایراد میگیرم و نقطه انتقاد میگیرم توی این کارت اشتباهه توی کارت به این شکل است ای کارت اصلا غلط کردی در صورتی که این چیزی هستن که ما خود می کم دارم ولی او را میخوایم که به شکل بیرون فکری از نظر دیدگاه روانشناسی ما اون آرامش خود که دیگر را آره هم انتقاد بگذارم تا اونام پیش نرن زمان که پیش نرفت من انسان آرامش احساس آرامش باید بکنم پس از این خاطر مشکل اساسی در این هستن که اکثرا اسادت ها از باعث از, از اینکه خودمان نتونیم به یک نقطه برسیم سبب ایجاد رقابت های منفی میشن رقابت های منفی سبب ایجاد ازی میشن که شخص طرف مقابل و طرف موفقیت ما اجازه ندیم ولی شخص موفق کسی است در ابتدا اشاره کردم که مردم هر گپ میزنن مردم هر پوینت های منفی میگیرن هر گپ های مثبت میزنن تنها به فکر خود فکر اندیشی خود پیش برن در وقت میتونه به موفقیت برسن ما متیقن هستم اگر ما مسیر راست هم بریم بر ما انتقاد گذاشته میشه اگر مسیر غلط هم بریم انتقاد گذاشته میشه ما, ما بهتر است که همو نقطه های مثبت جمع بکنیم و نقطه های منفی را کنار بگذاریم در وقت ما میتونیم که به طرف مثبت زودتر و به طرف موفقیت پیش بریم بله خب استاد بعضی ها هستن به بعضی از کارها و بعضی از رشته های تحصیلی اگر مثال بتیم علاقه مند هستن میخواین تحصیلات بکنن و حتی اگر این کار انجام بدن خیلی میتونن موفق هم باشن ولی نظر به شرایطی که دارن و یا هم تصمیم گیری که از طرف خانواده شاید در مقابلشون صورت بگیره نمیتونن اون کار انجام بدن و از هدفشون منصرف میشن و حتی راهشون کاملا میامبر میخره و به طرف دیگه را میرن این چقدر میتونه به خاطر اینکه نتونن زندگیشان موفق باشن و همون موفقیت هایشان از بین بره نقش داشته باشه و یکی اگر علاقه کار بکنن و چیزی را که دوست دارن او را پیش ببرن به موفقیتشان چقدر میتونه نقش داشته باشه بسیار خوب برتان مثال میتونم محصل است میخوای به طب کامیاب شوه و فاکولتی تا به پیش باره. ولی بنابر عوامل مثلا نتونست به طب کامیاب شوه و نمرش کفایت نکرد که مثلا به طب کامیاب شوه و این شاید بر فاکولتی انجینری یا اقتصاد و حقوق به این شکل کامیاب شده باشه و نمیخوای واسه علاقه نداره و فاکولتی را پیش بوره و بیشترین علاقه ازیم ای از این به این است که من باید طب و در آینده یک دکتر موفق بده باشم خوبی این رجوع به چی میکنه رجوع به این میکنه به فاکولتی های شخصی مثال ولی در فاکولتی شخصی بودیجی کافی نداره که مثلا فاکولتی را پیش بره خب این از این میشن که یک سنگ بسیار بزرگ در مقابل از شد از نزد از دیدگاه من اینا چی میگن خود درمانده احساس میکنن با مو بار اول که امتحان داد والا امتیان امتحان من خیلی مشکل بوده من دیگه اصلا من طب کامیاب نمیشم اصلا من دکتر نمیشم از اون از مو اهداف خود منصرف میشن و در آینده پشت کار نمیگیرن ولی پیشنهاد من برای اینا چی است پیشنهاد من این است این سال اگر کامیاب نشد ما متأخر هستم سال دیگر کامیاب میشه اگر سال دیگر نشد سال بعدی کامیاب خواهد شد پس این مربوط به این که ما پشت کار داشته باشیم و بتونیم بورا در حقیقت پیش بریم ما نو برتون اشاره کردم ما در نقطه 90 وقتی که میرسیم در 90 فیصد از کامیابی رسیدیم ولی در 10 فیصد رسیدیم ما پس پس عقب برمیگردیم و خود درمانده احساس میکنیم بناهن اینا باید پشت کار و تعهد به خود بدن که ما میتونم میره و در آینده ما میره پیش برم از این خاطر اکثرا که ما به طرف موفقیت ها پیش نمیریم و مشکلات در موفقیت ما به وجود میاد همی ما برتون مثال میتم از یک مرچی که در طبیعت وجود داره زمان که وقتی که یک خس خاشا کره یا یک مواد غذایی خود وقتی که میگیره تا لانه خود میبره ده ها بار او از پیش میفته و ده ها بار خودش مثلا به زمین سقوط میکنن ولی بر اخر عمو تعهدش است که باید او را دم لانه خود برسانم و میرسانم خب ببینید ما انسان هستیم از اون که شعور قوی داریم از اون که مثلا قدرت بلندتر داریم باید از او یاد گرفت او با قدر مشکلات با قدر جسم کوچک خود با موفقیت خدا به هدف رسون آیا ما نمیتونیم متقن نیستم میتونیم تنها دیدگاه های ما تفاوت میکنن دیدگاه ما به که ما خود منفی فکر میکنیم و آینده خود منفی فکر کردیم یک بار شکست خوردیم میم شکست خود یک دفعه بررسی میکنیم چی عامل شد که ما به منفقت نرسیدیم ما اشتباهی خود باید یک دفعه بررسی بکنم بار دیگه او اشتباهات اصلاح بکنیم ما متقن هستیم در قدم دیگه با یک استوار و قوی تر و می نقطه میرسیم بسیار <applause> محیطی که ما در زندگی میکنیم و یا محلی که ما در تحصیل خود پیش میبریم چقدر میتونه تاثیر گذار باشه چون بالاخره عامل بیرونی هم وجود داره که زمانی که ما به نقطه از موفقیت میرسیم ناگان ما پای خود پس میکشیم و میمانیم از که به نهایت هدف خود برسیم عواملی که میتونه تاثیرگذار گذار باشه بالای کار میشه در مرد یکی ببنید. از عواملی که در محیط ما بیشتر وجود دارن و متاسفانه در کشور ما وجود دارن حسادت ها و رقابت های منفی وجود داره مثلا یک شخص یک اه, انسان وقتی که به یک مقام میرسن یا یک مثلا به یک پشت کار که میرسن یا یک مثلا به یک رتبه بلندتر میرسن اولین کارمایی ای است ایوازی که بارزو ما تشویق بکنیم ایوازی از کارهای خوب از یادواری بکنیم همیشه نقاط منفی از یادواری کرده میکنیم که این کار کرد این کارش اشتباهه او کارش اشتباه ولی یک بار اگر خود به جای قرار بدیم ما متعقن هستیم شاید ما ده سی از زیر یک ای سی, ای ای سی نتونیم پس ما اول از تفکر خود بسازیم یعنی ابتدا از خودسازی شروع بکنیم خود اصلاح بسازیم بعد از او اجتماع را ما میتونیم اصلاح بسازیم ما تقریبا در یک اجتماع قرار داریم که کلا دیدگاه ها نسبتا منفی است در مقابل شخص ها اگر این دیدگاه ها به طرف مثبت برن ما موفقیت ما خیلی بیشتر است ببینید کشورهای اروپا کشورهای غربی ما ما کدام زینش تفاوت نداره همون مغز خداوند در هم خلق کرده در ما هم خلق کرده ولی تنها چی وجود دارن؟ جه وجود دارند در وجود وجودن اونها تفکر مثبت و پشتبانی کار دارن ولی ما چی میکنیم همیشه رو به حسادت ها رو به نقاط منفی انتقادات ما خو نرسیدم بان اون شخص دیگه هم نرسه اینی باعث از این میشن که موفقیت ها را ما یک سنگ بزرگ در راهش میگذاریم بله و استاد در اخیر نکته هایی که باقی مانده به خاطر هر بهتر و موفق تر شدن بیننده های عزیزی که فعلا بیننده هستند و بعضی از مواردی هست که بخواین در رابطه با موفقیت بیشتر بدانن و اگر مانده باشه حرفایتون میشه که در خیلی کوتاه اشاره بسیار خوب کوتاه اشاره میکنم هدف این است که زمانی که وقتی که در مورد از یادوری بکنیم اگر مورد خلاصه اگر بگویم فقط یک جمله خلاصه میگم فقط برای خود زندگی بکو با فکر خود زندگی بکو هیچگاه مثلا نقاط مثبت مردم بگی نقاط منفیش در کنار بگذار بر مردم احترام بگذار هر نظری که میتن نی نگو نظراتش بپذیر چی نظر مثبت باشه چی نظر منفی باشه از نظر مثبت استفاده کن نظر منفی را در کنار بگذار و با فکر و اندیشی خود زندگی خود پیش بار ما متقین تو همیشه پیش و موفق بودیم بله خیلی ممنون از حضورتون تشکر ممنون از شما بیننده های عزیز که با ما همراه بودین میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم و دوباره در بخش های بعدی برنامه برمیگردیم